برنامه خدا و ورزش. سلام خدمت تمامی شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه ورزش هستین. در برنامه امروزی میپردازیم به موضوع کرش و خوشبختانه از فدراسیون کرش با ما شخص همراه هستن. آقای نیرو، شما رو خوش آمدید میگم به برنامه. تشکر بر شما و سلام بر شما و بر بیننده ها. تشکر بسیار زیاد. بر بیننده عزیز ما باید بگویم که کرش افغانستان باز هم دستاورد بر افغانستان تقدیم کرد. بیشتر میشه در مورد دستاوردتان صحبت بکنین تا اینکه در این ماه مبارک رمضان خبر خوش هم بیننده ما بشنوند. بسیار خوب. فدراسیون کرش و سامبوی افغانستان که تقریبا 8 روز قبل سفر داشتن به ازبکستان، شهر تاشکند، در بخش سامبو و کامبت سامبو ورزشکارای افغانستان دستاوردهایی داشتن. البته هدف از حضور ورزشکاران افغانستان شرکت اینا در رویداد بزرگ یا رویداد آسیایی بخش سامبو بود که حدوداً 30 کشور دعوت شده بود. افغانستان هم یکی از اون کشورها بودن که تانست در این مسابقات شرکت کنه و نتیجه خوب را هم داشتن. یعنی ما با حضور ما در این مسابقات 5 مدال به دست آوردیم که 4 مدال ما برنز بوده و 1 مدال نقره داشتیم. و ما بسیار زیاد خوشحال بایی هستم که با وصف از که وضعیت در کشور آنچنانه که مردم راضی باشن نیست، بحث بیکاری، مسائل مشکلات انتخابات، سیاسی، این همه چالش هایی است که مردم را سرگردان ساخته. و با این حال جوانان ما انگیزی که دارن با مو انگیزه وارد زمین مسابقه میشن و با افتخار و با مهارت که دارن مدال کسب میکنن برای مردم افغانستان، که باز هم ما به نمایندگی از فدراسیون کرش سامبوی افغانستان این دستاورد را بر تمام مردم افغانستان تبریک میگم. تشکر بسیار زیاد. و ما جا داره تبریکی بدیم بر ورزشکارای عزیزی که دستاوردار کسب کردن بر خودتان و بر ملت افغانستان. خوب میشه در مورد کرش یک معرفی کوتاهی از خود رشته داشته باشین برای بینندایی که در مورد این رشته معلومات ندارن. بسیار خوب. تا اندازه که در برنامه های قبلی شما یک سلسله معلومات کلی را در ارتباط به فدراسیون کرش و سامبوی افغانستان ارائه داشتیم، اگر بحث ما بیشتر روی کرش باشه، چون ما در بخش سامبو مدال گرفتیم، میخوایم که در هر دو بخش روشنی بیندازم. کرش یکی از همون بازی ها یا پهلوانی هایی است که از صدها سال گذشته در این مرزبو وجود داشته، اما به گونه کلاسیک یا به محالت که بسیار ابتدایی بوده. خوشبختانه بعد از سال 2002 این رشته عضویت فدراسیون جهانی را میگیره و ما با جهان همگام میشیم در راستای کسب افتخار و در مسابقات داخلی و خارجی. قانون و قواعد را که جهان ایجاد کرده بود و همه هم خوانی داره با رشته کرش در هر کشور، ما هم عضو خانواده جهانی کرش شدیم و از اون سال تا حال این فدراسیون دستاوردهای مختلف داشت. یک بخش دیگه از فدراسیون که بخش سامبو است تشکیل میده. در دیگر کشورها سامبو هم یک فدراسیون جداگانه است، اما در افغانستان بان که تقاضای مکرر از سوی بنیانگذارای رشته در افغانستان به حکومت افغانستان پیشنهاد شد، ولی نظر به دلایل نامعلوم این رشته نتونست که فدراسیون ایجاد کنه یا مستقل شود، بنان ایره یک بخشی از فدراسیون کرش دادن. اگرچه در کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، روس، هندوستان، عراق، اینا همه فدراسیون سامبو دارن. با این همه ورزشکارای ما در هر دو بخش فعال بودن، دستاوردهای خوبی را داشتن، که آخرین دستاورد ما در بخش سامبو که قبلا هم بر شما یاد کردم ازبکستان بود، با آنکه حریفای با قدرت مثل هرمنستان و ازبک ها و تاجیک ها ما داریم، ولی کسایی که در تیم ما مدال گرفتن اینا کسایی هستند که مو کشورهای با قدرت شکست دادن و صاحب امتیاز شدن. خب از نگاه تکنیکی سامبو با کرش چه تفاوت هایی را داره و چرا باید سامبو جدا یک فدراسیون باشه در کشورهای دیگه؟ اصلا ببینین که نظر به 10 سال گذشته، امروز
تراکم فدراسیون ها یا شاخه شاخه شدن فدراسیون ها بیشتر شدن. ما در گذشته ها فرضاً در ورزش های رزمی، در ورزش های انفرادی بیشتر یک فدراسیون داشتیم که نمایندگی میکرد. امروز شما میبینید که ام جدو، ام پهلوانی و ام کورش تا سامبو فدراسیون های هستند که دنیا اینا را از همدیگر تفکیک کردن. نظر به مو قواعد و قوانینی که دارن، حتی اگر ذره هم در مسائل تکنیکی دو رشته با هم مشابهت نداشته باشن، اونا میتونن مستقلانه و نظر به تقاضای مردم کشورها و تقاضای علاقمندای اون رشته یا فدراسیون شدن. بنان در افغانستان هم چنین بوده است تا امروز. اگر شما به تکواندو مراجعه میکنین، امروز ما سه فدراسیون تکواندو داریم که ITF، WTF و ITTF هست و همچنان در ورزش های رزمی برین ببینین. این کار از سوی افغانستان صورت نمیگیره، بیشتر کشورهایی که پیشگام هستند در ایجاد فدراسیون ها و در تکثیر فدراسیون ها در تمام دنیا، اینا تصمیم میگیرن و امروز فدراسیون هایی که من بر شما نام میگیرم بیشتر از 80 و 90 کشور عضویت این فدراسیون ها را دارن و در هر مسابقه ای که به سطح جهانی برگزار میشن حدودا 60 تا 70 کشور بیشتر از او شرکت میکنن که خوشبختانه افغانستان با آن که امکانات ضعیف در دست داره، ولی امور روحی ورزشکارا، ارادی که دارن و کم و بیش تشویقی که از سوی مسئولین ورزش صورت میگیره باعث شده که با وارد شدنشان در هر میدان دوباره با دست خالی بیرون نیان. یعنی به هر حالتی که هست اینا باید مدال کسب کنن. ما بر علاوه از اینکه 5 مدال ورزشکارای ما گرفت، یک مدال افتخاری از سوی فدراسیون آسیایی هم کسب کردیم در این رقابت ها که اون مدال ارتباط میگرفت به مدیریت درست فدراسیون کورش تامبوی افغانستان. یعنی ما در بین 30 کشور یکی از فدراسیون هایی بودیم که با قوانین و قواعد کاملا پابند بودیم و همین اصول کاملا بالای خود تطبیق کردیم. من یکی از مثال ها رو میخوام که بر شما ارائه کنم. ورزشکار افغانستان وارد زمین مسابقه یا توشک میشه، با حرکت فنی که داره ورزشکار کشور فکر میکنم که نیپال بود میزنه و او بدون که خود تمرکز داشته باشه به زمین میفته و مدت 10 تا 15 ثانیه ای بلند شده نمیتونه زمین، یعنی حالتش کاملا از حال رفته. در اینجا ترینر خودی ورزشکار عصبانی شد که چرا به طور یک وقت کم و با بی‌توجهیش ای همی ضربه را متحمل شد و افتاد و بالاخره خیستام نمیتونه جای خود یا بلند شده نمیتونه. ای هم نرفت بداده از او ورزشکار. همین جمعی ورزشکار ما که واقعا ورزشکار خوب میتونیم برش بگویم، با آنکه او را ضربه فنی زده بود رفت از زیر دست یا قول از این ورزشکار گرفت یا بلند کرد و همزمان رفری ما که یا داور بین المللی از این رشته آقای یمای سمک بود، اینا هم دویدن وارد میدان شدن و از یک دست از او رفری ما گرفت. زمانی که ورزشکار را بلند کردن تمام ماحول جمنازوم یک حالت هیجان گرفت، کلگی با پا استادن و کف زدن و استقبال کردن از تیم افغانستان که با آن که ما حرکت فنی زده بودیم ورزشکار حریف خودن، ولی دوباره امو اصل ورزش هیره ایجاد میکنه که حالا دیگه وقتش است که ما باید کمک کنیم اونه و این باعث شد که ما یک مدال افتخاری را از سوی فدراسیون آسیایی سامبو نصیب شدیم و در ضمن یکی از دستاوردهای دیگه این سفری بود که در کنگرس که دایر شد من حضور داشتم. در اونجا سکرتر جنرال جنوب آسیا در بخش سامبو هم از افغانستان تعیین شدن که سکرتر جنرال فدراسیون ما آقای حمید رحمانزاده کسی است که اینا فعلا هم سکرتر جنرال فدراسیون ما شدن و هم سکرتر جنرال فدراسیون جنوب آسیا که حدودا 12 کشور یا 13 کشور که فعلا هستند میرشته ایره هم بر افغانستان قائل شدن و با مؤکثرت آرا ما تونستیم که این جایگاه را هم بر افغانستان بگیریم. خیلی خوب، واقعا خبر خیلی خوش است از اینکه مسئولین افغانستان در حد میتونن خودشان ثابت بکنن که مسئول آسیا هم تعیین شوند. خب چه پلان هایی را اینا مد نظر داشتن و چه کارکردها و فعالیت هایی را اینا ارائه کردن که آرای مردم دیگه که در اونجا بود تانست جلب بکنن؟
رئیس رئیس فدراسیون جنوب آسیا یا رئیس بخش جنوب آسیا از هندوستان بود و قرار به می شد که باید به طرف رایگیری برن و سکرتر جنرال جنوب آسیا را در بخش سامبو انتخاب کنن. پاکستانی ها بیشتر تلاش داشتن در اینجا و بنگلادیش ها هم تلاش میکردن که باید به یک نوع حداقل این بخش اونا بگیرن. اما این موضوع به گونه بر ما ارتباط گرفت که رئیس جهانی سامبو که از روسیه است اونا یعنی آمادگی نشان دادن که ما با هر نوع امکاناتی که داریم از افغانستان حمایت میکنیم. افغانستان با حضورشان در رقابت‌های جهانی و آسیایی در بخش سامبو دستاوردهای خوبی داشتند تا چند سال که گذشت و تا امسال. اما کشورهایی که حالا کاندید بخش شدن اینا زیاد هم گذشته با مدال نبودن یا گذشته با افتخار نبودن. با او اساس ما میخواهیم که افغانستان در این راستا پیشان. اگر چی سیستم رای دهی بود، یعنی شما کارت بلند میکردین که سکرتر جنرال و یا رئیس انتخاب میشد، ولی با آن هم چون او رئیس جهانی بود طبیعتا تاثیرات زیاد داشت. یعنی بیان از این ماحول خود جلسه یا کانگرس تحت شعا گرفت و همه دست بجز از 3 رای مخالف داشتیم ما، متباقی 25 رای مثبت بود که سکرتر جنرالیت یا می بخش یا می پست یا می سمت با افغانستان واگذار شد که امیدوار هستم بعد از این ما بتونیم که کارهای خوب در سطح جنوب آسیا تو داشته باشیم و در آینده ها بتونیم بیشتر از این یک گام دیگه هم فراتر یا بالاتر بانیم. انشالله. خب میشه در مورد این صحبت بکنیم که افغانستان کدام کشور رقیبش است و صد راهش هست که بتونه به مقام های فراتر از این مقام برسه و در رقابت هایی که برگزار شد قبل از این چند بار دیگه اشتراک کرده بودین و دستاوردهایتان از سالهای قبل چی بود؟ با وصف از اینکه رقیب های سرسخت در دنیا در هر رشته مشخص میشه، شما میبینید که ما نه تنها تمام کشورهای آسیایی معتقدند که هرمنستان، ازبکستان و ترکمنستان تا تاجیکستان کشورهایی هستند که بیشترین ورزشکار در این رشته ها دارن. خب اصل این رشته به کدام کشور برمیگردن؟ اگر ما بگویم که رئیس جمهور فعلی روسیه و کسایی که در گذشته هم در مقامات بلند بودن، مخصوصا آقای پوتین اگر یاد کنیم، اینا کسایی هستند که از نوجوانی تا امروز این رشته را تعقیب میکنن، یعنی با گوشت و پوست از اینا این رشته پیوند دارن. اینا نه تنها رقیبای افغانستان بلکه رقیبای تمام کشورها به شمار میرن در مسابقات جهانی، چون بیشتر اینا شرکت میکنن و بیشترین مقام ها و مدال ها را میگیرن. اما خوشبختی بر ما کجا بوده که در وزن 100 کیلوگرم ورزشکار ما اکرام بلند میشه، اما حریفایی را که دنیا رویشان حساب میکنه اینا را به زمین میزنه. حالا حریف ازبکستانی و حریف تاجیکستانی خود به شکست میده که به مدال نقره میرسه. یعنی دور از تصور بود بر ما. احساس میکردیم که خب ایندی ها، عراقی ها، لبنانی ها، اینا کسایی